آخرین بخش خبرهای امشب مطبوعات رو داریم با آرمین. با روزنامه اطلاعات شروع کنیم. امروز روز رقابت و انتقام نیست. دولت در صف مقدم جنگ اقتصادی قرار داره. حرفای آقای روحانی که احتمال روزنامه بعدی روزنامه ایران هم که متعلق به دولت هست اینو تیتر یک کرده. اما آقای صالحی گفتن که ماجرای مذاکره محرمانه با آمریکا چیست. از نظر ایشون ترامپ میخواد با مذاکره با ایران به اسطوره تبدیل بشه. خیلی ها در داخل ایران پیشنهاد کردن که خب شما اگر ترفندم از طرف ترامپ پیشنهادش رو بپذیرید، مذاکره کنید و ببینید که شرایط به چگونه پیش میره. آفتاب یزد از آقای مصطفی تایزاده نمیشه، یکی از افرادی که اتفاقا پیشنهاد کرده بود که نباید این حرف رو رد کرد، خود ایشون بودن، گفتن روحانی به گفتمان قبلی خودش بازگرده و به حال در رابطه با این روزهای روحانی به نوعی اشاره کردن که اصلاح طلبان راضی نیستن. صفحه بعدی رو ببینیم، خانم ایران درودی که گفتن آرزو دارم تا افتتاح موزم زنده باشم. اینو در آفتاب یزد من دیدم. در چند جای دیگه مصاحبه تیت شده بود. خانم درودی از بزرگان عرصه هنر ایران هستند. شهروند اما از آقای کیروش نمیشه که ظاهرا پیشنهاد این شده که بازی کنه آرژانتین با تیم ملی ایران دیدار دوستانه‌ای داشته باشه. نوشته شده آقای کیروش روی زانو تا دبی برو. اما مسئله اینه که پول خود آقای کیروش رو نداره فدراسیون الان بده، زمینی که اصلا اون نقل و انتقالاتشون مشکل داره که به چه شکل پرداخت بشه. و می‌بینیم که تیم ملی کشتی آزاد ایران هم نتونستن اعزامش کنن به مسابقات جهانی، برای اینکه نتونستن اون مبلغ مورد نیاز از نظر ارزی رو تامین کنن. همدلی رو با هم ببینیم. بازنشستگان شوفر از بازنشستگان نوشته که مجبور هستن به شغل مسافرکشی روی بیارن. یکی از این افراد تاکسیش سوخته بود و بعد دست به خودکشی زده. گزارشی است در رابطه با وضعیت بازنشستگانی که مجبور میشن شغل دیگر انتخاب کنن، به خصوص اینکه راننده تاکسی بشن. اشتباه نکنم گویا ایشون هم فوت کرده. من در بله شد که ایشون بله. هم گویا فوت کرده. آخرین خبر در این روزنامه من ندیدم که وضعیتشون به چه بوده. اما قانون روزنامه بعدی، مرگ تدریجی یک فرهنگ، تعطیلی کتاب فروشی. و از این نوشته کتاب فروشی ها دارن یکی به یکی تعطیل میشن و اتفاق خوشایندی برای فرهنگ ایران نیست. جهان صنعت اما از آقای خسرو سینایی نوشته، فیلمساز ارزشمند ایرانی که در حسرت فیلم‌های نساخته سخن گفتن. از فیلم‌های نساخته گفتم، از خانم تهمینه میلانی بگم که یک نمایشگاهی گذاشت، خیلی حاشیه داشته در این دو روز اخیر، جمعه افتتاحیه‌اش بوده. اتفاقا اسم نمایشگاه ایشون هم بوده فیلم‌هایی که نساختم، نمایشگاه نقاشی بوده. امروز اینو تعطیل کردن. دلیل چه بوده؟ اینکه خیلی ها اعتراض کردن به اینکه چرا خانم میلانی نمایشگاه نقاشی گذاشته، با توجه به اینکه میگفتن کیفیت آثارشون در حد نمایشگاه نیست. بعد این مسئله پیش اومد که یکی از آثارشون کپی بوده، شباهت داشته به یکی از آثار هنرمندان خارجی، که خود ایشون هم تاکید کردن که این اشتباه رخ داده. گفتن ناخودآگاهشون بوده، شاید روی کارت پستال دیدن یا در فیسبوک براشون فرستاده شده. در نهایت امروز اعلام کردن که این نمایشگاه رو تصمیم گرفتن که تعطیل کنن و دیگه برگزار نمیشه. بعد شهروند رو ببینیم. قانون رسیدگی به دارایی مقامات چرا از دستور کار مجلس خارج شد؟ مجلس این در شوخی شهروند گفته چون مسئولان دارایی ندارن. می‌دونیم که در رابطه با فرزندت کجاستم، غالبشون گفتن که اصلا فرزندانشون همین کنار خودشون اصلا بیکارن، پول ندارن و وضعیت مالی مناسبی ندارن. اما یکی یکی داره رو میشه که فرزندان این افراد کجا هستن. نیشخط رو ببینیم، صفحه طنز روزنامه قانون. وقتی تحصیل کرده هستید که بتوانید تقریبا هر حرفی رو بشنوید بدون آنکه عصبانی شوید. این جمله طلایی به نظر من. همه ما نیاز داریم که هر بار که می‌خوایم عصبانی بشیم و واکنش نشون بدیم بهش توجه کنیم و حواسمون باشه که نباید عصبانی بشیم از هر حرفی، حرف منتقد به خصوص اگر ادعا میکنیم که تحصیل کرده است. این بخش آخر رو با این کارتون نیشخط تموم کنیم. صفحه بعدی رو اگر ببینیم، کتاب و کلیدهای ذهن، پریسا نوراللهی که فکر کنم تر به اندازه کافی گویاست. بله. و سمت چپ پایین هم ببینیم، حالا که وقت داریم، به یاد اردشیر محسس و به مناسبت زاد روزش، تر متین اسلامی، تر بسیار زیبایی از این هنرمند آقای اردشیر محسس. ممنون است آرمین.